دوستان و یاران همراه، عزیزانی که پای گرنده های خودتون نشستید و این برنامه رو تماشا میکنید، در برنامه کتاب مقدس پاسخ میدهد در خدمت شما عزیزان هستیم و من خیلی خوشحالم که میتونم با همکاری و همراهی دوست بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان. مرسی عزیزم، مرسی برای این شراکت در این برنامه ها با بنده و امیدوارم که هفته های مفیدی رو تونسته باشیم با همدیگه درست کرده باشیم در پاسخ به سوالات عزیزان. حالا میریم سر سوالای تاریخی این هفته. سوالاتی که دوستان عزیز ما فرستادن رو یک چند تاش رو برای شما میخونم، البته با زبان فارسی نگار، البته انگلیسی نگار، فارسی انگلیسی نگار یا همون فینگلیشی نوشتن، اگه یه وقت جا به جا شد دوستان ما رو میبخشن. اولین سوال این هست که در مورد کتابای آپوکریفا و سودوپاگرافا توضیح دهید، و اینکه سوال دوم این هست که عقیده فرقه ناستیکا در مورد مسیح و مسیحیت چیست، توضیح خواستن، و در رابطه با مذاهب سری یونان و شرقی توضیحات رو خواستن. سوال سوم این هست که خواستن که شما مذاهب سری و مذاهب شرقی، بسیار خوب، سوال رمزی، مذاهب رمزی، میستری ریلیجنز بهشون میگیم به زبان انگلیسی. این سوالا تقریبا همه توی یک بودی هست، با هم هماهنگی دارن. گفتیم سعی کنیم تو این چند دقیقه این سوال ها رو یک کمک اشانتیونی من حداقل سعی کنم جواب بدم. ما میدونیم در تاریخ کلیسا که از قرن اول تمام قرن اول، دوم و سوم پدران کلیسا متفق القول بودند که فقط چهار انجیل در عهد جدید انجیل های معتبره، روح خدا شاگردان مسیح رو الهام کرده، الهام داده و زیر هدایت روح خدا شاگردان مسیح، همکاران شاگردان مسیح، رسولان مسیح این اناجیل رو نوشتن، و فقط متفق القول بودن روی انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا که اینها انجیل واقعی عیسی مسیح که ما رو با مسیح آشنا میکنه. ولی از قرن دوم، از قرن سوم و چهارم ما یک عالم نوشته های دیگه در تاریخ کلیسا به وجود میاد به اسم اناجیل، اناجیل های مختلف، رساله های مختلف، اعمال های مختلف. مثلا ما داریم اعمال رسولان، ولی کتابی هست به نام اعمال پولس، اعمال پتروس. پس یه سری کتاب هایی که خارج از عهد جدیده دست نوشته میشه گفت، آره، کتاب هایی که بهشون میگیم سودوپاگرافا، به خاطر سودوپاگرافا یعنی کتاب های دروغین، کتاب هایی که واقعی نیستن، جعلی، کتاب های جعلی. هیچ وقت کلیسا این کتاب ها رو قبول نکرد به عنوان کلام خدا، حالا دلیلش هم خواهیم گفت چرا. ولی پس منظور این که کتاب های سودوپاگرافا و اپاگرافا چی هستن، سوال اول رو میخوام اینطوری خلاصه جواب بدم. البته دارم فقط درباره عهد جدید صحبت میکنم، نه عهد عتیق. کتاب هایی که اعتبار تاریخی، حقانیت تاریخی، حقانیت الهامی نداشتن و کلیسا این کتاب ها رو قبول نکرد، و این کتاب ها رو ما بهشون میگیم سودوپاگرافا یا اپاگرافا، کتاب هایی که در چارچوب عهد جدید کلیسا اینها رو قبول نکرد. حالا من میخوام از یه سری کتاب هایی که اینجا داریم اشاره بکنم. این کتاب های Dictionary of Jesus and the Gospels و خیلی مقاله های خیلی خوبی توش داره. به عنوان مثال مقاله هست درباره همین انجیل های اپاکریفا در دوران کلیسا. انجیلی داریم به نام انجیل توماس، انجیل پتروس، انجیل مصری ها، انجیل ناصری ها، اسامی مدارک مختلفه، انجیل تولد و بچگی عیسی مسیح، انجیل یعقوب و اینا. پس انجیل نیقودیموس، اینا مدارکی هستن که به عنوان اناجیل در قرنهای دوم، سوم و چهارم توی کلیسا پیداشون میشه، توی جاهای مختلف پیداشون میشه، و ما مدرکی رو در دهه 40 قرن بیستم کشف شد در مصر به نام نکهمادی. البته انگلیسی میگیم نکهمادی، حالا نمیم عربیش و فارسیش چی میشه، ولی یک عالم متون ناستیکی توی این آثار پیدا شد و یک عالم اناجیلی به اسم مثلا انجیل بارتالمو، انجیل یهودا، انجیل مریم مجدلیه، انجیل پتروس، انجیل فیلیپ، انجیل نجات دهنده و غیره و غیره. پس میخوام بگم اناجیل های دیگه نوشته شده و رساله های دیگه، نامه های دیگه، اعمال های دیگه نوشته شده. ولی حالا میخوایم بگیم چرا آقا کلیسا اینا رو قبول نکرد؟ به چند دلیل، نه اینکه اینا الهام به خدا نیست، دلیل اولش اینه که
همه میدونستن که اسم نویسنده‌ای که به این انجیل ها رب پیدا کرده واقعا از اون نویسنده نیست. یعنی میدونستن که وقتی میگه انجیل پتروس، این رو پتروس ننوشته، انجیل توماس اینو توماس ننوشته، انجیل مریم مجدلیه، انجیل بارتالمو، اینا واقعا نویسنده های واقعی این اناجیل نیستن. چرا؟ چون یه کتابیه که هیچ کس ازش خبر نداره، یهوی وسط قرن دوم وسط قرن سوم مطرح میشه. پس مسلمه اینا کتاب دادن بله. بله کتاب های جعلیه و نویسندش هم جعلی هستش. به این خاطره که کلیسا هیچ وقت هیچ کدوم از این کتاب ها رو جدی نگرفت. حالا یه سری از کتاب ها هستن که درسته که اینا جعلی هستن. مثلا یه کتابی هست، من دارم کتابشو، کتاب اعمال پولس رسول، و البته این کتاب رو من هیچ عقیده ندارم که سندیت تاریخی داره به هیچ عنوان، ولی واقعیت اینه که هر دینی، هر گروهی، هر فرهنگی دوست داره داستانهایی رو که یه خلاهایی رو پر کنن. مثلا وقتی میگیم انجیل تولد مسیح، ما در اناجیل خودمون نداریم که مسیح توی اون 30 سال اول زندگیش چطوری رشد کرد، چه کارهایی میکرد. پس این خلأ رو تو تاریخ مسیحا دوست داشتن پر بکنن با داستانهای مختلف، یا اینکه پولس دیگه چی کار کرد، دیگه چه سفرهایی رفت، دیگه چه تعالیمی داد. پس یه سری از این کتابهایی که به وجود اومد، علارغم که همشون جعلیه، هیچ کدومشون نویسنده هاشون واقعی نیست، هیچ کدومشون به قرن اول بر نمیگردن، بعضی از این کتابها حرفشون هیچ بر ضد کتاب مقدس نیست. داستانهایی که نوشته شده، ما هم قبول نداریم این داستانها واقعیت تاریخی داره، من هی اینو تکرار میکنم، ولی هیچ این داستانهایی که هیچ ضدیتی هم با تعالیم مسیح یا تعالیم کتاب مقدس نداره، داستانهایی که کلیسا توش در کلیسا وارد میشه به عنوان داستانهای تشویق کننده، داستانهایی که توش آموزشی داره، درسی داره، پندی داره، ولی نوشته هایی نیست که بر ضد بگیم تعالیم مسیحه. پس یه سری از کتاب های جعلی داستان هایی که مسیحی ها ازش برکت میگیرن، میخونن و استفاده میکنن برای رشد ایمانشون، ولی واقعا داستان هایی نیست که بگیم که اینا حقانیت های تاریخی داره و بشه قبول کرد. به کلام خداست. بله، یا کلام. ولی یه سری کتاب ها هستن که نه فقط داستانن، بلکه بر ضد تعالیم مسیح و رسولان هستن. و اینجاست که حالا من میخوام برم سر سوال دوم، و این مسئله این که ناستیک ها، این ادیان ناستیکی، و این موضوعیه که میخوام حالا اینجا واردش بشیم. چون یکی از حرکت های بزرگ فلسفی و دینی و روحانی اواخر قرن اول و قرن دوم و سوم میلادی این مسئله ناستیک هاست، و اینکه حالا ناستیک ها چی میگن و اینا صحبتشون چیه. این مدارکی که مثلا من به مثال گفتم نکهمدی توی مصر پیدا شده، اینا همه نوشته های ناستیکی هست. حالا من نمیدونم به فارسی اصلا ناستیک معنی داره، ما اینو وقتی میگیم عزیزان میدونن چی داریم میگیم یا نه. برای توی الهیات اسمش اومده مونه با همین اسم ناستیکا. ناستیک پس میگیم. خیلی خوب، بذار ببینم من به کدوم از این مقاله ها. آها، یا یه سری از این داره اشاره میکنه. حالا این مقاله توی این دیکشنری آف لیتر نیو تستمنت که یه سری کتاب های دیگه همین سود اپاگرفا و اپاگرفا عهد جدید، مکاشفه پتروس، میگم گفتم فقط اناجیل های قلابی نیست، کتاب های دیگه، مکاشفه پتروس، صعود اشعیا، حتی از اشعیا مثلا یه نبوت هایی که اشعیا درباره مسیح کرده، تو عهد عتیق نیست، ما اینا رو به عنوان کلام خدا قبول نداریم، مدارک جعلیه، مکاشفه توماس، نمیدونم اعمال یوحنا، اعمال پتروس، اعمال توماس. پس میخوام بگم که از این کتاب ها توی تاریخ زیاد نوشته شده و هیچ وقت کلیسا اینها رو واقعا جدی نگرفته. ولی حالا میخوایم بریم سر مسئله ناستیسیزم. به انگلیسی میگیم ناستیسیزم، حالا فارسی ناستیک. ناستیسیزم یعنی حالا به فارسی خودمون میشه عرفان، معرفت. و عقیده اصلی ناستیک ها که برمیگرده به سوال ادیان سری هم برمیگرده، اینه که ما با از طریق معرفت پیدا کردن ما میتونیم شناخت، ما میتونیم نجات پیدا بکنیم، و این از طریق عرفان. و البته صحبتم عرفان میگم، نه عرفان امروزی که داریم، ولی عرفان کهن، عرفان کهن، عرفان شرقی، که از طریق یک سری رازها، تعالیم های راز، مثل راز سری،
ما باید به یک دانشی برسیم و از طریق این دانش و معرفت ما میتونیم نجات پیدا بکنیم. حالا اصلا موضوع رو میخوایم مطرح بکنیم که خب ناستیک‌ها درباره خدا چی میگن، درباره خلقت چی میگن، درباره گناه چی میگن، چرا انسان باید نجات پیدا بکنه، اصلا نجات از چی؟ این پس حالا میخوایم سر این مطلب بریم. نکته اولی که مقاله‌ای که درباره ناستیکا هست توی این کتاب دیکشنری نویسنده بهش اشاره میکنه، میگه که یکی از عقاید پایه ناستیکا اینه که به یکی بودن خدای خالق و مطلق ایمان ندارن، بلکه اقلن یا به خدایان مختلف ایمان دارن، یا اینکه یک خدایی هست و بعد یک خدای شریر، یعنی دو قطبی بودن در خدا، دو قطبی بودن که فقط خدای یک خدا نیست، بلکه در دنیای الهی هم مبارزه هست بین نیروی مثبت، نیروی منفی، خدای مثبت، خدای منفی، خدای خوب، خدای بد. پس این وحدانیت خدا رو کنار گذاشتن یکی از خصوصیات اصلی مکتب ناستیک هاست و این در آینده صحبت میکنیم که چطوری این عقیده بر ضد کلام خداست، چه تو عهد عتیق چه تو عهد جدید تأکید به این که یک خداست و فقط یک خدا، ولی ناستیک ها همچین عقیده ای رو نداشتن. پس این یه نکته مهم که ناستیک ها میگن نه، توی دنیا مبارزه است بین خدای شرارت، خدای خوبی، و این مبارزه است که ما باید بالاخره از این دنیای بد نجات پیدا بکنیم. این پس یه نکته اول، به وحدانیت خدا، به یکی بودن خدا، یکتا بودن خدا ناستیکا هیچ عقیده ای نداشتن و این عقیده مخالف تعالیم مسیح، مخالف تعالیم رسولان مسیح و مخالف تعالیم عهد عتیق هستش. فکر می‌کنم وقتمون تموم شده، اگه اجازه بدید در بخش بعدی ادامه بدیم. بسیار خوب. دوستان عزیز، در بخش بعدی منتظر شما عزیزان هستیم، در همین استودیو و مبحث خودمون رو ادامه خواهیم. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توانیم باشیم؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو ادامه میدیم. بسیار خب، پس صحبتمون رو داریم درباره ناستیکاس ادامه میدیم که ناستیکا به یک خدا عقیده ندارن و در خدا هم جنگ هست، خدای خوب هست، خدای بد هست و بعد خدایان دیگه که پله میشن بین خدا و خلقت. پس اگر یک خدا وجود نداره، یک خدایی که قادر مطلقه و خالق همه چیز هست، اینجا ما خیلی مشکل پیدا میکنیم، الهیات ناستیک با الهیات کتاب مقدس. تا مقدس میگه خدا آسمان و زمین رو آفرید و خدا همه چیز را نیکو آفرید. حالا نکته دوم الهیاتی، فرق الهیاتی، ناستیکا عقیده دارن که ماده شریره، خلقت شریره، انسان یک روح پاکی داره که در قفس بدن شریر محبوس شده و دنیای شریر انسان گیر کرده. کتاب مقدس همچین تعلیمی نمیده. دنیا خوبه، خدا دنیا رو نیکو خلق کردش، بله شیطانی هست و گناهی اومده که این خلقت رو از خدا دور کرده، ولی خلقت خودش خوبه، ذاتن ماده چیز بدی نیست، خدا همه چیز رو نیکو آفرید. دقیقاً. و اینجا هست که الهیات ناستیک بعد همچنین مشکل پیدا میکنه با مسیح، که مسیح واقعا انسان نبود، چون انسان ماده است و ماده بده. بله. مسیح به ظاهر انسان بود. توی اول یوحنا میگه هر کسی که انکار کنه که مسیح اومده و جسم پوشیده، این از ما نیست. پس ناستیک ها
انکار میکردن که مسیح واقعا جسم داشت، جسم واقعی مثل انسان داشت. چون چرا؟ انسان بدنش بده، ماده بده، و مسیح به نظر رسید، حتی این الهیات ناستیکی بود که به نظر رسید روی صلیب مرد، ولی اون یه بدن علکی بود. روح مسیح، مسیح واقعی اصلا رنجی نمیتونست بکشه. اعتقادات ناستیکیه این. بله. پس این یه نکته دیگه. پس یک خدا نیست، خدایان هستن. و بعد ماده بده، خلقت ماده بد هست. و بعد خدایی هم که این دنیا رو خلق کرده خدای شریریه. پس خدای عهد عتیق ناستیکا میگن خدای شریری هست. پس حتی و حتی من تو این مقاله نوشته که ببین کار به کجا میکشه، که وقتی که ناستیک ها کتاب پیدایش رو میخونن و مار داره آدم و حوا رو گول میزنه، میگن مار نماینده خدای خوب بود که اومد به آدم و حوا بگه از درخت معرفت بخورید، ولی این خدای شریره که بهشون گفت نخورید، خدای شریری که این دنیای ماده شریر رو خلق کرده. پس اصلا داستان ناستیکا با داستان کتاب مقدس از عهد عتیق تا عهد جدید کاملا فرق داره. پس حالا نجات چی هست؟ پس یک خدایی هست ماورای همه چیز، بعد خدای شریر هست، بعد پله های مختلف در خلقت، فرشتگان و وسیله های بین پله های بین خدا و خلقت هست، و حالا تو این دنیای گناه‌آلود ماده نجات اینه که ما به یادمون بیاد که از خداییم، این روح الهی در ماست و باید از ماده و جسم و دنیا ما فرار بکنیم و آزاد بشیم تا برگردیم به خدا، و این معنی نجاته. و تو این چارچوب الهیاتی مسیح اون کسیه. هیچ وقت ناستیک ها عقیده نداشتن مسیح فقط یه پیغمبره، یه انسانه یا یه معلمه، ابدا، بلکه برعکس، موجودیه که از آسمان اومده، حالا چه فرشته است، چه از طرف خداست، چه خالق خلقت اوله که از طریق اون خدا بقیه چیزا رو خلق کرده، ولی مسیح کسیه که از بالا اومده به دنیای گناه آلود ما که ما رو فرار بده از جسم، از ماده، از گناه، و ما رو برگردونه به اون حقیقت اول که ذات خدا در من هست، روح خدا در من هستم، قطره الهی در من هست، اسانس خدا در من هست. پس این به طور خیلی خلاصه و مختصر مفید الهیات ناستیک هاست. و این گروه ها که خیلی هم زیاد شدن، البته ما امروز میگیم ناستیک، اینا یه گروه و یه دین نیستن، این یک نهضت فکریه، با هم هم همه گروه ها هم عقیده نیستن، اختلاف نظرهای زیادی هست، ولی در مصر ناستیک ها خیلی روش کردن، در سراسر دنیای مدیترانه. ولی حالا مدارکی که از اینها داریم، چه توی مدارک نکهمدی، حالا پدران کلیسا به این نامه ها، رساله ها، اناجیل اشاره کرده بودن تو کتاباشون، ولی موقعی که نکهمدی کشف شد این مدارک رو ما خودمون پیدا کردیم. و تمام این اناجیل هایی که ناستیکی هستن از این طریق دارن مسیح رو به ما معرفی میکنن. حرفای مسیح چیه؟ مسیح اومده به ما رازی رو بگه، اون رازی، اون حرفایی که به رسولان زد، نه، یک راز جدید که از این دنیا باید فرار کنی، از ماده فرار کنی، به خدای خوب بپیوندی. ولی ما حالا الهیات مسیحی از زمان شاگردان مسیح، پدران کلیسا برگشتن گفتن نه، خدای عهد عتیق خدایی که مسیح اومده ما رو معرفی کنه. مسیح از طرف پدر اومده، مسیح خودش یک یهودیه، خودش میگه من اومدم که شریعت رو کامل بکنم. پس مسیح توی این چارچوب الهیات ناستیکی به هیچ عنوان نمی گنجه. مسیح یک کسیه که داره تحقق میده به انبیای عهد عتیق، به وعده های عهد عتیق. مسیح تورات کلام خداست برای مسیح، و پدر رو میپرسته، پدری که یهوه خودش رو معرفی کرده به ما تو عهد عتیق. پس هیچ تناقضی نیست بین مسیح و به قول معروف خدای عهد عتیق، یا ولی ناستیکا با این مسئله خیلی مشکل داشتن، و به این خاطر تمام کتاب‌هایی که ناستیکا نوشتن، اناجیل، رساله ها، فلان، مکاشفه ها، پدران کلیسا گفتن اینا حرفای چرندیه. چرا؟ چون تعالیم مسیح رو ما داریم از رسولانش، از شاگردان رسولانش، و این تعالیم تطبیق نداره. این حرفایی که شما میزنید، این اناجیلی که شما دارید جعلی مینویسید، این کتابهایی که شما دارید بهش اشاره میکنید، اینا تعالیمی نیست که مسیح به ما رسیده، نسل به نسل، سینه به سینه، از مسیح و رسولانش و شاگردانش. حالا داریم صحبت قرن دومو میکنیم ما، همچنین نسل به نسل، یعنی صحبت
ما مثلا نامه های کلمنتو داریم، نامه های نوشته هایی داریم از پالیکارپ، از ایگنیشیس و خیلی های دیگه. یعنی ما رساله ها و نامه های شاگردان مسیح رو داریم و وقتی میگیم نسل به نسل، منظور حالا 10 تا و 20 تا و 30 تا نسل نیست، منظور 2-3 نسله. که آقا این حرفا حرفای جدیدیه، این حرفای جدیدیه که نه تنها تطبیق نداره با حرفایی که ما شنیدیم و تعلیمایی که از بچگی شنیدیم و سینه به سینه اومده تو 2-3 نسل اخیر، بلکه هیچ ربطی هم به تورات نداره، به کلام خدا در عهد عتیق نداره. پس به این دلیل بود که کلیساها این اناجیل رو رد کردن، نه توطئه. مثلا خیلی وقتا دوستای مسلمان فکر میکنن که آره یه سری اناجیلیه که میگه که مسیح فقط یه پیغمبری بود، اومد گفت گفتار نیک، کردار نیک، پدار نیک، و این اناجیل رو کلیسا سانسور کرد، گذاشت کنار. نه، همچین اناجیلی وجود نداره. اناجیل جعلی اناجیلیه که مسیح از آسمان اومده، یک برتر از انسانه، مافوق خلقت و انسانه، ولی تعلیمش تعلیم ناستیکیه و ربطی نداره به تعلیم عهد عتیق. و حالا یه سوال دیگه هم هست که ادیان، میخوام داریم چند تا سوالو خیلی سریع با هم جواب بدیم، ادیان سری و بعد ادیان رومی و یونانی رو میخوام اینجا توضیح بدم. دوباره از همین کتاب Dictionary of Later New Testament اگر استفاده بکنم، البته چیز میکنم، خیلی فقط خلاصه‌شو اینجا میخوام بگم که بذار خودم خلاصه بکنم. روم و یونان توشون دین‌های مختلف زیاده. چرا؟ خدایان مختلف دارن، معبد دارن، قربانی میکنن حیوانات رو، میپرستن اونها رو. ولی واقعاً دین‌های رومی و یونانی توش الهیات نیست، بیشتر همین حیوان قربانی کنیم، نمیدونم اعمال شخصی و فیزیکی، آره، کار آیین‌های مذهبیه که خداها از ما راضی باشن. یه کلمه هم هست به انگلیسی میگیم دیوینیشن، من فارسیشو نمیدونم چیه، ولی کاهن‌هایی بودن تو این معابد که حالت فال و نبوت و این حرفا که آینده چی میشه، فالگیران و جادوگران و آره، یه حالتایی که بهش میگیم دیوینیشن، یعنی من میخوام این کارو بکنم، بگو آیا خدا به من این کار رو برکت میده، این کار خوبه، این کار غیبگو، غیبگویی. یه سری افرادی بودن که اونجا غیبگویی میکردن و خیلی حرفشون خریدار داشت، قربانی میکردن که خدایان از ما راضی باشن، ناراحت نباشن. پس ادیان رومی، بت‌های روم، بت‌های یونان، معابدی که داشتن، این سیستم هم بوده. بحثم هست تو عهد جدید که آیا گوشتی که به این بت‌ها قربانی شده رو میشه خورد، نمیشه خورد. این یعنی بازار دینی خیلی داغیه توی قرن اول و قرن دوم و قرن سوم. ولی حالا ناستیک ها، اینم باید بگم که تا اونجایی که ما تحقیقات نشون داده، الهیات ناستیک الهیاتی نیستش که در اوایل قرن اول یا اواسط قرن اول بوده باشه. این یک حرکتیه که در اواخر قرن اول شروع میشه و بعد قرن دوم و سوم خیلی گل میکنه. یعنی دائم من میخوام بینندگان عزیز این رو بدونن، این نکته خیلی مهمیه، تمام نوشته هایی که ما تو عهد جدید داریم برمیگرده به قرن اول و به خصوص وسط های قرن اول. تمام نوشته اناجیل دیگه، سودپاگرفا، اپاگرفا، اناجیل های ناستیکا، همشون برمیگردن به قرن دوم و سوم و چهارم. یعنی قدیمی ترین منابع تاریخی درباره این نهضت مسیحیت در عهد جدید هست و در اناجیل و رساله هایی که ما داریم. و این نکته خیلی مهمه. یعنی خیلی ها میگن که بله، از همون اول مسیحی ها با هم اختلاف نظر داشتن، عقاید مختلف بود درباره مسیح، عقاید مختلف بود درباره نجات، ولی همچین چیزی نیست. بلکه از اول شاگردان مسیح پیغام مسیح رو بشارت دادن و بعد از چندین دهه و چند قرن عقایدهای انحرافی از دیدگاه‌های مختلف اومد و کلیسا مجبور شد بگه نه، این حرف انحرافه، این حرف بدعته، این حرف جدیدیه، این حرفی نیست که ما از مسیح و شاگرداش شنیدیم. پس قدمت میگیم به فارسی، قدمت عهد جدید رو قابل مقایسه نیست با اناجیل دیگه‌ای که در دسترس هست که کلیسا اونا رو رد کرد. و اینطوری نبود که، یعنی اصلا اینطوری نیست که فکر کنیم که توی شورای جلوی پاپ ها یا کشیش ها 20 تا انجیل گذاشتن، گفتن حالا شما 4 تا رو از این 20 تا انتخاب کنید. اینطوری نبود داستان. از اول این 4 تا در کلیسا قبول شده بود، از اواخر قرن اول قدمت داشت به عنوان که اینا مال شاگردان مسیح. بعد در قرن دوم و سوم کتاب های دیگه هم به اسم اناجیل های مختلف وارد بازار شد که کلیسا گفت اینا کتاب های جدید اومده تو بازار،
حرفش هم حرف این کلام خدا نیست، پس ما اینا رو رد میکنیم. این هم قدیمی محک زدن در اسپدیا. دقیقاً این کلام استاندارده، انجیلی که ما داریم استاندارده، و این انجیل هایی که تو بازار اومده با عقاید منحرف، اینا حرفای جعلیه. این واقعیته که چرا ما 4 تا انجیل داریم و اناجیل دیگر رو چرا کلیسا قبول نکرده. حالا موضوع ادیان سری رو هم توی قسمت بعدی واردش خواهیم شد. امید خدا. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله، به دوستان عزیز میگیم که در بخش بعدی منتظرتون هستیم. یک برنامه با هم میبینیم. در همینجا منتظر شما عزیزان هستیم. برنامه رو دنبال کنید. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو همراه دوست بسیار عزیزمون ساسان ادامه بدیم. پس گفتیم که بازار دینی بازار خیلی داغیه، به خصوص تو همون قرن اول، بعد قرن دوم، قرن سوم بعد از میلاد، و ادیان رومی رو گفتیم و یونانی که بیشتر اینا ادیان بت پرستی هستن، مسیحی ها با اینا کاری نداشتن، یهودی ها با اینا کاری نداشتن و رابطه آنچنانی وجود نداشت بین ادیان روم و یونان و مسیحیت. ناستیک ها تو صحنه میان اواخر قرن اول و بعد قرن دوم و سوم که کتاب های خیلی جعلی زیادی تولید میشه، ولی کلیسا این کتاب ها رو رد میکنه به خاطر اینکه کاملا تناقض داره با الهی، با تعالیم مسیح و شاگرداش، و کتاب هایی که میدونن جعلیه، جدید اومده تو بازار، قدمت نداره این کتاب ها. حالا میخوایم صحبت ادیان سری رو بکنیم، خیلی کوتاه و مختصر مفید. دوباره به انگلیسی میگیم mystery religions، ادیان سری، که یکی از این ادیان سری که خیلی امروزه محبوبه به عنوان کاندیدی که مسیحیت رو خیلی روش نفوذ داشته، میترائیزم هست. که حالا وارد میترائیزم بنده تو این درس الان نمیشم، ولی به طور کلی صحبت ادیان سری رو میخوایم بکنیم. میخوام به یک کتابی اشاره بکنم، Christianity and the Hellenistic World، مسیحیت و دنیای هلنیست، و اسم نویسنده رونالد نش هست که یکی از استادای خود بنده بود. ایشون تو مدرسه الهیات خیلی هم معلم شوخی بود و فیلسوف خیلی معتبری بود. البته به نظرم این کتاب بعداً با تیتر یه تیتر جدید اومد تو بازار به نام The Gospel and the Greeks، انجیل و یونانی ها، و کتابی بسیار عالی درباره این ادعا که مسیحیت در نفوذ ادیان دیگه شکل گرفته، ادیان میترائیزم، ادیان یونانی، مصری و غیره و غیره. ولی حالا درباره ادیان رازی یا سری یا mystery religions رمزی میخوایم با هم صحبت بکنیم. یکی از بنیادهای ادیان رمزی اینه که بر طبق اسطوره فصلی، میگه vegetation cycle، همونطوری که در بهار در میوه و حیات میاد، درخت ها سبز میشن، در زمستون دوباره میمیرن، این سایکل طبیعت، تو این سایکل طبیعتی که ادیان رمزی یکی از بنیادهای ادیان رمزیه و اسطوره ها و آیین های مذهبیشون بر طبق اینه که میمیریم و زنده میشیم، میمیریم و زنده میشیم، و این سایکل یکی از بنیادهای ادیان رمزی هست. و نکته دوم، بر طبق اسمشون هم ادیانی هستن که خیلی رمسری هستن. اصلا صحبتشون اینه که تو اگر میخوای نجات پیدا بکنی، تو اگر میخوای از این سایکل مرگ و حیات و مرگ و حیات بیرون بیایی، باید بیایی توی گروه ما و آیین‌های رمزی ما رو انجام بدی و بیایی توی این، ما همه دنیا در هلاکت، ماها هستیم که اون سر واقعی رو فهمیدیم. پس اصلا صحبتشون خیلی بشارتی نبود، خیلی توی گروه خودشون بوده، مخفی بودش. و بر طبق این سایکل طبیعت مرگ و رستاخیز، خیلی اسطوره‌هایی داشتن درباره خدایی که میمیره و خدایانی که زنده میشن، مرگ و رستاخیز خدایان مختلف. و نش اشاره میکنه که ما از این گروه ها هیچ مدارکی نداریم درباره عقایدشون، یعنی صحبت الهیاتی نیست. ما امروزه صحبتامون خیلی الهیاتی، عقیده درست چیه، عقیده ما نسبت به خدا، نسبت به انسان، نسبت به گناه، نسبت به نجات. ادیان قدیم، چه روم و یونانی، چه ادیان رمزی، صحبتشون صحبت‌های الهیاتی نیست، بیشتر بیاییم با هم جمع شیم، بیاییم با هم این آیین‌ها رو انجام بدیم، با هم یک گروهی را بندازیم. پس صحبت‌های الهیاتی ندارن آنچنان، و از طریق یک سری آیین‌ها و رمزها و رازها این افراد
افراد جدید وارد این گروه ها می شدن. تو اگر می خواهی عضو گروه ما باشی بیا و باید این کارها رو انجام بدی، این اعمال رو انجام بدی. حالا صحبت آیین رمزی رو که می کنیم، می خوام حالا از کتاب لیستروبول اینجا استفاده بکنم توی این چند دقیقه که با هم داریم و این موضوعی که مطرح میشه که بله این آیین های رمزی بودن که در مسیحیت تأثیر گذاشتن و به خصوص میترائیزم. و پس اینجاست که مسیحیت تحت تأثیر ادیان دیگه قرار گرفتش و میشنویم هممون که مثلا روز کریسمس رو ما کی جشن میگیریم؟ 25 دسامبر. ربط داره به آیین میترا، روز خدای خورشید، و میگن ببین پس این نشون میده مسیحیت تحت تأثیر همچین ادیانی هست. حالا خیلی فرق معامله است بین این که بگیم بله در تاریخ کلیسا این 25 دسامبر تولد مسیح تو کتاب مقدس نیست، هیچ ربطی هم به ایمان مسیحی نداره و من به عنوان مسیحی میتونم قبول کنم که در تاریخ کلیسا به خاطر فرهنگ ها یا ادیان دیگه کلیسا اومد 25 دسامبر رو کرد روز تولد مسیح. این هیچ ربطی به ایمان مسیحی بنده نداره. من چند وقت پیش حتی بوستون بودم توی آمریکا و یکی از این یه گروه مذهبی خیلی سفت و سخت بودن، پیوریتن ها که از انگلیس رفتن ماساچوست، توی دو سه قرن اولی که اونا توی دولت بودن و ایالت رو میچرخوندن اصلا جشن کریسمس قدغن بود. مسیحی هایی که میگفتن کریسمس قدغنه و شما نمیتونید کریسمس رو جشن بگیرید، چرا؟ به خاطر همین داستان هایی که این توی کلام خدا نیست، این ریشه این حرکت توی کتاب مقدس نیست. پس میخوام بگم حالا 25 دسامبر روز کریسمس شده هیچ ربطی نداره که آیا مسیح واقعا خدای مجسمه یا نه. این یک سنتیه که بعد از چند قرن وارد کلیسا شده. ولی واقعیت اینه که وقتی حالا به مسائل تاریخی، به بُعد تاریخی داستان نگاه میکنیم، توی کتاب لیستروبول The Case for the Real Jesus با ادوین یاماوچی مصاحبه میکنه. ادوین یاماوچی یکی از تاریخدانهای خیلی معتبر آمریکا هست و ایشون یکی از استادهای میترائیزم هم هست. ایران هم چند بار رفته، کنفرانس های میترائیزم شرکت کرده زمان قبل از انقلاب، درباره ایران و کتاب مقدس هم یک کتاب خیلی قطوری نوشته، Persia and the Bible. و اینجا ادوین یاماوچی میگه که میگه اولین باری که اصلاً میترائیزم وارد روم میشه در سال 66 بعد از میلاده که پادشاه ارمنستان وارد روم میشه و اشاره میکنه که من اومدم، پادشاه ارمنستان به پادشاه روم اومدم تو رو بپرستم همونطوری که من میترا رو میپرستم. در سال چی؟ 66 بعد از میلاد. یک نفر میاد به عنوان یک ویزیتر خارجی و این ادعا رو میکنه و بعد قبل از سال 90 میلاد ما هیچ اشاره‌ای نداریم از نظر باستان شناسی و تاریخی که میترائیزم مثلا در روم یا در اون منطقه مدیترانه وجود داشته. حالا عهد جدید کی نوشته شده؟ رساله های پولس در وسط های دهه 50 تا اوایل دهه 60 و بعد اناجیل 60 و 70 یا حالا بگیم 80. پس اکثر عهد جدید نوشته شدن قبل از اینکه اصلا میترائیزم وارد میدون بشه و اصلا بتونه تأثیری بذاره روی عهد جدید. پس نمیتونیم بگیم که میترائیزم تأثیرگذار روی عهد جدید. الهیات مسیحی ربطی به 25 دسامبر نداره. الهیات مسیحی ریشش برمیگرده به کلام خدا تو عهد عتیق و عهد جدید. پس قبل از اینکه اصلا میترایی مطرح بشه توی اون قسمت دنیای مدیترانه، امپراتوری روم که مسیحیت داره رشد میکنه، کتاب مقدس ما، انجیل ما، عهد جدید ما نوشته شده. این قسمتش بیشتره. پس این یه نکته خیلی مهمی هستش که باید به یاد داشته باشیم. و بعد در خاتمه این فصل درباره ادیان دیگه که من بنده الان اینجا گم کردم بسیار من پیدا بکنم، نکته های دیگه ایرم ادوین یاماوچی اشاره میکنه که خیلی خیلی مهمه این مسئله. چند تا نکته رو باید بهش اشاره بکنیم. یکی این مسئله است که خیلی وقتا میگن که بله تو اون دینم عشای ربانی داشتن، تو این مسیحیت هم عشای ربانی داره، تو اون دین تعمید بوده، مسیحیت هم تعمید داره. اولا خیلی وقتا آیین‌های مذهبی شبیه همدیگه است. با همدیگه غذا خوردن، با همدیگه مشارکت داشتن، هیچ نمیتونی بگی این پس از اون کپی کرده. این یه واقعیتی که
شبیه بودن نشانه کپی کردن نیست، یه نکته. نکته دوم اینه که خیلی وقتا به خاطر شواهد تاریخی که داریم، شواهد و مدارکی که درباره این ادیان سری داریم مال قرن دوم، سوم، چهارمه. این خیلی نکته مهمی. خیلی وقتا به جای اینکه بگیم مسیحیت از این ادیان کپی کرده، خیلی واقع بینانه تره بگیم این ادیان سری از ایمان مسیحی کپی کردن. این ادیان، چون شواهدی نداریم تو قرن اول اینا چیکار میکردن، ولی ما شواهد داریم تو قرن اول آیین تعمید عشای ربانی رو مسیحا اجرا میکردن، ولی شواهدی که مال این ادیان هست مال قرن دوم، سوم و بعده. پس چرا میگین که مسیحیت از اینا کپی کرده؟ چرا نمیگید اینا از مسیحیا و از آیین های کلیسا کپی کردن؟ این یه نکته خیلی مهمه. ولی نکته خیلی مهمه دیگه اینه که این ادیان، چه ادیان سری چه روم و یونانی، اینا اساسشون اسطوره است. یعنی خودشون ادعا ندارن که آقا یه شخص تاریخی بوده و این شخص تاریخی این پیغام رو به ما داده و ما پیرو این پیغام هستیم. نه، اینا اسطوره و داستانه که توی مراسم های سمبولیک دینی برای خودشون اینو هی تکرار میکنن. پیغام مسیح، پیغام کلیسا چیه؟ ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما این رو لمس کردیم. توی اورشلیم، مسیحیت تو اورشلیم شروع میشه. شما ای یهودی یا پتروس تو موعظه پنتکاستش همین چند هفته پیش مسیح رو کشتید، حالا برید ببینید زنده شده. یعنی اصلا صحبت یه روزی بود یه روزی نبود، خدایی بود. اومد، خدایی از باکره‌ای به دنیا اومد، مرد، زنده شد، این سایکل داره تکرار میشه. حدیث و روایت و داستان حدیث نمیه، حدیث و اسطوره نیست. ما دیدیم، داریم به شما اعلام میکنیم این رو. پس خیلی فرق معامله است بین پیغام رسولان مسیح و این ادیانی که بر اساس اسطوره و داستان دین‌های خودشون رو دارن جلو میبرن. و بعد نکته بعدی که مسیحی‌ها همیشه مواظب بودن، یعنی شواهد داریم از خود صحبت‌های پولس که آقا ما از دنیا باید جدا باشیم، من با بت‌های روم کاری ندارم، من با بت‌های یونان کاری ندارم. یعنی مسیحیت ریشه‌اش در قوم یهود، در تورات و در عهد عتیقه. اینا تیپایی نبودن که بگن که خب شما نقیقت درباره خدا چیه، خیلی خوب ما از اینم یه چیزی میگیریم، از اون دین هم ما یه چیزی میگیریم، از این مکتب هم ما یه چیزی میگیریم برای خودمون. نه، دائم تو صحبت‌های پولس و رسولان داره پیغام انجیل رو میده و داره ادیان دیگر رو محکوم میکنه، بت پرستی رو محکوم میکنه. شما این خدایی رو میپرسید که نمیشناسید، من به شما خدایی رو معرفی میکنم که ما میشناسیم و به شما معرفی میکنیم. پس خیلی همیشه چه یهودیا چه مسیحیا خودشون رو میگفتن ما نور با تاریکی شراکتی نداره، ما با این ادیان، با این مکاتب اصلا هم فکری نداریم که بخوایم از اونا ما تازه تقلید بکنیم یا یه چیزی رو یاد بگیریم. پس اینم خیلی نکته مهمی هستش. و میگم در آخر میخوام اینطوری خاتمه بدم، وقتمون دیگه تموم شده، ولی در آخر میخوام اینطوری خاتمه بدم که مسیحیت به عنوان یک نهضت ایمانی اساسش اتفاقات تاریخی که تازه افتاده و شاگردان شاهدش بودن و دارن دربارش شهادت میدن. ادیان سری دینهایی هستن که بر اساس اسطوره میاد و خیلی سیکرته، خیلی مخفیه، برای گروه‌های خاصیه. مثلا میترائیزم خیلی رشد کرد در امپراتوری روم در قرن دوم و سوم بین سربازا. یه دینی بود که خیلی سربازا رو به خودش جلب میکرد. مسیحی‌ها اصلا تو ارتش نبودن، مسیحی‌ها اصلا با جنگ مخالف بودن، مسیحی‌ها اصلا رابطه‌ای نداشتن با سربازای روم که بگیم که جذب همچین دینی شدن. پس یا ادیان ناستیکی مسیحیت گفتن که اینا اصلا حرفایی نیست که اصلا ربطی داشته باشه به اتفاقات تاریخی. مسیح تو تاریخ واقعا اومد، ما لمسش کردیم، ما دیدیمش، این یک تشبیه نبود، این یک خواب نبود، این یک اتفاق واقعیت تاریخیه و دنیا هم خوبه، خدا خالق این دنیاست. پس وقتی که نگاه میکنیم، حالا خلاصه تمام این حرفا، وقتی نگاه میکنیم پیغام انجیل بر اساس تاریخ ادامه صحبت عهد عتیقه، ولی این ادیان دیگه نه اساس تاریخی دارن نه موافق هستن با تعالیم کلام خدا در عهد عتیق یا عهد جدید. پس به این خاطره که کلیسا خودش رو خیلی حفظ کرد و دور نگه داشت از نفوذ این ادیان و از مخلوط کردن خودش با این ادیان. خیلی ممنون از توضیحات شما جناب دکتر و تشکر میکنیم از بینندگان عزیز که این برنامه رو تا به این ساعت دنبال کردن.
با ما همراه باشید در برنامه‌های دیگه، ما رو یاری کنید، برای ما ایمیل بزنید، برای ما سوالات خودتون رو بفرستید، نظرات خودتون رو بفرستید برای بهتر شدن برنامه‌های ما. تا دیداری دیگر، شما رو به خدای بزرگ و پر از محبت می‌سپارم. بدرود.